گلاسیا سلام، اونجایی که دیدم عاشق فیلم‌های تاریک و وحشتناک دنیایید، این دفعه می‌خوام یه فیلم با هم ببینیم که توی اکثر کشورهای دنیا ممنوع و کارگردانش هم بعد از پخشش کلی تهدیدهای مختلف دریافت کرد. یک فیلم سربیایی داستان تاریکی رو برای ما میگه که هر لحظه از لحظه قبل بیشتر شو که میشیم اونجا فکر میکنیم دیگه تهشه، ولی بیشتر از قبل دوباره به همون لطمه وارد میکنه. داستان فیلم با نمایش بچه کوچیکی شروع میشه که داره یکی از فیلمای بابای پرنستارش رو با هیجان تماشا میکنه تا مامان باباش متوجه میشن و فیلمو استوب میکنن. از همین صحبتهای اول فیلم میفهمیم که میلوش، یعنی همون مرد خانواده، کار خودش رو خیلی وقت رها کرده و با مشکلات زیادی مواجهن. دوست قدیمی میلوش به اسم لیلا که همکارش توی صنعت پرن بوده بهش زنگ میزنه و باهاش قراری میذاره و از یه پیشنهاد هیجان انگیز برای صحبت میکنه. کارگردانی به شهر اومده که دیدگاه هنری خاصی نسبت به پرن داره و میخواد یه فیلم خیلی معناگر بسازه و در قبال این به بازیگرا هم پول خیلی زیادی میده. توی قراری که این دو نفر با هم دارن، برادر میلوش یعنی مارکو هم سر میرسه و باهاش یکم آشنا میشیم. اون یه پلیس خیلی لاشی و منرفی که تفاوت چندانی هم با داداشش نداره و سلامتی پرنستار بوده واسه خودش. اونجایی که وضع مالی خانواده میلوش خیلی خرابه، بعد از صحبت مختصری با خانومش تصمیم میگیره کارگردان رو ملاقات کنه. کارگردانمون که اسمش ووک میاره، میلوش خیلی تو این کار قبول داره و فکر میکنه که چیز شنبولش طلا ساخته شده دیگه. پولی هم که ووک میر پیشنهاد میده به حدیه که میتونه زندگی اون و زن و بچه‌ش تا آخر عمرشون تأمین کنه. فقط هم حق بالش لازمه بدون دونستن فیلمنامه هر جایی که بهش میگن حاضر بشه و کاری که توش خفنه رو انجام بده، یعنی با طرف آش بخوره. بعد از صحبت نهایی با همسرش هم تصمیم میگیره که پیشنهاد رو قبول کنه. توی یکی از سکانس‌ها میبینیم که برای تمرین رفته بیرون و برادرش اومده خونه‌شون رو با همسرش داره حرف میزنه. از نگاه‌های هیز مارکو متوجه نگاه ابزاری که به زن میلوش داره میشیم. یه چیز تو مایه‌های همون بنده خداست که داد میزد، میگفت اومدم استانبول، آخ چه حالی میده. میلوش سر صحنه اول حاضر میشه و میبینه که یه نفر با دوربین جلوش وایساده. از توی هانس فری که داره بهش میگن به کدوم سمت حرکت کنه و وارد یتیمخونه میشه که جلوش قرار داره. پرستار میاد بیرون و همراهش میکنه که الهی تپ کنم شاید پرستارم این باشه. اونجا دختری کم سن و غمگین رو میبینه که روی پله نشسته و مادرش با تحقیر و توهین اونو همراه خودش میبره. صحنه اول فیلم تموم میشه و میلوش به خونه میره. روز بعد دعوای همون پرستار جیگر با مادر دختر که میفهمیم اسمش جکاس میبینیم. پرستار میلوش رو به یه اتاق تاریک میبره و شروع میکنه آب نبات میلوش رو بخوره. این در حالیه که تصاویری از همون دختر بچه که تو یتیمخونه بود پخش میشه و میلوش مجبور در حین رابطه دهانی که داره اونا رو ببینه. نگران نباشید، هنوز از قسمت‌های ناخوشایندش هم نرسیده. میلوش که بعد کارش احساس پشیمونی داره و نگران شده به برادرش مارکو زنگ میزنه و ازش میخواد که سابقه این گروه کارگردانی رو بررسی بکنه. این در حالیه که مارکو رو در حین رابطه جنسی با یه نفر میبینیم، اون وقت که فیلمای شخصی میلوش توی تلویزیونش داره پخش میشه. اینجا میفهمیم که واقعا به برادرش زندگی که داره حسودی میکنه. میلوش نگرانی خودش رو با لیلا هم در میون میذاره، اما اون حرفش رو جدی نمیگیره. برای صحنه بعدی اونو با چشمای بسته پشت ماشین میبینیم و راننده اونو به این مکان نامعلوم میبره. اینجا مادر همون دختر بچه یتیمخونه رو میبینیم که به شدت کتک خورده، یکی از نگهبانا همچنان داره تحقیرش میکنه و کتکش میزنه. آماده باشید که کم کم داره حالتون بد میشه. این زن به سمت میلوش میاد و میخواد باهاش رابطه برقرار کنه، اما اون قبول نمیکنه تا اینکه یه نگهبان دیگه از پشت گردنش رو میگیره و اون زن هم دم و دستگاهش رو مثل لاشخور گاز میگیره. نگهبان بهش میگه با بیشترین توانش زن کتک بزنه. میلوش هم همین کارو میکنه، اما زن با دستش رابطه رو ادامه میده تا جایی که توی همون حالت ترس و خفگی ارضاش میکنه. تو اولین فرصت نگهبان یه کتک مشی از میلوش میخوره و میخواد از کارش استعفا بده که ووکمیر منصرفش میکنه. همون شب برادرش هم لیست سابقه این کارگردان رو براش میاره و میفهمیم که سابقه بدی هم نداره. روز بعد که جریان برای همسرش میگه، تصمیم میگیره که این کار واقعا خطرناک و به درد سرش نمیارزه. برای همین میره تا قراردادش با ووکمیر رو فسخ بکنه. اینجا ووکمیر دیدگاه خاص خودش در مورد صنعت پورنو و از بین رفتن انسانیت برای میلوش توضیح میده و براش یه فیلم پخش میکنه که من بعد دیدنش تا یه هفته نمیتونستم راحت بخوابم. تو این فیلم زن رو میبینی که وقت فارغ شدنش رسیده و راننده میلوش هم از در وارد میشه و کمک میکنه تا بچه رو به دنیا بیارن. بعد از زایمان راننده بچه تازه متولد شده تجاوز میکنه. این در حالیه که مادرش لبخندی از رضایت روی لبشه و این کار اونقدر ادامه پیدا میکنه تا صدای گریه بچه برای همیشه قطع میشه.
میلوش که حال افتضاحی پیدا کرده مثل من اونجا بیرون میزنه. پشت فرما متوجه حال بعدش میشه و در نهایت وقتی چشم باز میکنه میبینه روی تخت خونهشون خوابیده و هم تن و هم لباساش خونیه. وقتی هیچ اثری از خانواده‌اش نیست و هیچ خاطره ای از شب گذشته نداره نگران میشه. از خونه بیرون میزنه و متوجه میشه شماره وک میارم کلا در دسترس نیست. توی راه هر از گاهی خاطرات کوچیکی یادش میاد اما همشون پر از خون و وحشتن. وقتی به محل زندگی وک میار میرسه متوجه میشه لوازمشون رو برداشتن اونجا رفتن. اما صحنه از شب گذشته یادش میاد. اون به یاد میاره که وقتی به خونه وکمیر رفته بود تا استعفا بده یک نوشیدنی خورده بود. وکمیر توی اون دارویی به اسم ویاگرای گاوی ریخته بوده که باعث از دست رفتن کنترل انسان میشه. خوردن این دارو یعنی سپردن مغز و بدن به سالار. میلوش که حال شهوتش خیلی افتضاح بوده توسط کارگردان به اتاقی برده میشه. توی این اتاق همون زن رو میبینیم که قبل‌تر مرتکب اون جنایت وحشتناک توی فیلم شده بود. میلوش که هیچی نمیفهمه به این زن حمله میکنه و در حین رابطه جنسی هر کاری که بهش میگن انجام میده. خشونتش اونقدر زیاد میشه که قمه‌ای بهش میدن و بالا میبره و پس از چندین ضربه وحشیانه به این زن دست آخر سرش رو قطع میکنه و همچنان هم رابطه جنسیشو ادامه میده. هنوز دارید این فیلمو میبینید؟ دمتون گرم واقعا. میلوش بعد اینکه خاطره رو کامل یارش میاد تگری میزنه و تعداد فیلم که اونجا ریخته رو به همراه یه دوربین برمیداره تا متوجه همه اتفاقات شب قبل بشه. توی فیلم اول میفهمه وقتی به خاطر اثر دارو بیهوش بوده یکی از گاردا بهش تجاوز میکنه. توی یکی از فیلم ها میفهمه که لیلا وقتی متوجه این کار وکمیر شده به شدت باهاش مخالفت میکنه. اما در فیلم بعدی میبینه که یه نفر لیلا رو به یک زنجیر وصل کرده و تمام دندوناشو با انبر کشیده. در آخر شروع میکنه به رابطه دهانی با لیلا به حدی که خفه میشه و توی همون حالت میمیره. واقعا فکر نمیکنم هیچ وقت همچین جمله‌ای رو بخوام به زبون بیارم. تو فیلم بعدی میبینیم که بعد از رابطه جنسیش با مادر جکا به رسم خانوادگی قصد دارن اونو به میلوش بدن تا باکرگیش رو بگیره. اما این لحظه اون به خودش میاد و سریعا خونه بیرون میزنه تا فرار کنه. این لحظه دوباره خاطره شب قبل یادش میاد. میلوش فرار میکنه و خودشو به تلفنی میرسونه. به برادرش زنگ میزنه و سریع درخواست کمک میکنه. از اونجایی که هنو آمپرش بالاست گوشه خیابون میشینه تا یکم تنهایی هم حال کنه. اما دو نفر میافتن به جونش و تا میخوره میزننش. همون لحظه کارگردان راننده سر میرسن. راننده دو تا جوان رو میکشه و میلوشو به زور سوار ماشین میکنه. دوباره یارش میاد که روی تختی بوده و پرستار میخواسته بهش یه دوز دیگه از ویاگرای گاوی تزریق کنه که همون لحظه خودش سرنگو برمی‌داره و به پرستار میزنه و جونش رو میگیره. میلوش که حالا دیگه همه چی رو فقط برای ارضای جنسی خودش میبینه به گاراژی برده میشه که دو نفر وسط زیر پتو هستن. بدون فکر به هیچی حمله میکنه و با جفتشون رابطه برقرار میکنه. در حین رابطه یک مرد با ماسک هم میاد کنارش دوتایی با همکارشون رو ادامه میدن. وقتی مرد ماسکش رو برمیداره برادر میلوش مارکو رو میبینیم. میلوش پتو رو کنار میزنه و چهره زن و بچه خودش رو میبینه در حالی که شرایط جسمانیشون افتضاح شده. آره من که گفتم این فیلم کلا یه لحظه هم به بیننده رحم نمیکنه. همون لحظه پرستار که انگار داره اوورلوز میکنه بیرون میاد و خبر میده که نتونسته دوز جدید رو به میلوش بزنه. حالا اون که عصبانی از سرتاپاشو گرفته انقدر کله کارگردان رو به زمین میکوبه تا کلا خورد بشه. همسرش هم که وحشی‌ترین آدم دنیا شده میپره به جون مارکو و رگ گردنش با دندون جدا میکنه. بعد با سنگ کلهشو له میکنه. میلوش دو نفر با اسلحه میکشه و دست آخر راننده وکبیو رو میندازه زمین و با آب نبات میکنه چشش که مغزش سوراخ بشه. اینو دیگه واقعا فکر نمیکردم هیچ وقت بگم. بعد از پایان این تنش‌ها زن و بچه‌ش میبره توی خونه و توی انباری حبس میکنه. حالا که همه چی یادش اومده با حال زار میره خونه و زن و بچه‌ش میبینه که هنوز همونجا تو بغل همن. توی سکانس‌های بعدی زندگی نابود شده این خانواده رو میبینیم که حتی یک کلمه هم با هم نمیتونن صحبت بکنن. بالاخره یه شب خسته از همه چیز کنار هم دراز میکشن و میلوش لوله تفنگ رو روی کمر همسرش میذاره و با یه شلیک کنار هم دیگه ستایی میمیرن. خب فکر کردی تموم شده؟ نه. توی سکانس بعدی یه گروه فیلمبرداری جدید رو میبینیم که بالا سر جنازه ها وایسادن. کارگردان جدید به یه نفر دستور میده از بچه کوچیک شروع کن و طرف هم زیپ شلوارش رو میکشه پایین تا به این خانواده مرده تجاوز کنه. من واقعا حرفی ندارم راجع به این فیلم. معناگرایی فیلم این است که حشریت ریده به بشریت و از این نظرم قوی ظاهر میشه. اما نشون دادن این همه خشونت و کثافت به این وضوح، من که واقعا تا یه هفته بعد دیدنش دپرس بودم. این فیلم جوریه که بعدش باید هزار بار هزار پای انسانی رو ببینی تا بتونه بشوره و ببرتش. نظرتون رو کامنت کنید و توی کانال یوتیوبمون هم سابسکرایب کنید. شبتون گیلسی.